گالکسی A13 اینقدر گوشی رو اقتصادی ساختن که قراره همش باگ بزنه و لگ بزنه، حوصله‌تون سر بره یا نه ارزش خرید داره؟ سلام، اهور نیازی هستم. این بررسی گالکسی A13 خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک کنیم. با تشکر از شما. گالکسی A13 4G ارزون ترین گوشی سامسونگ نیست، ولی جزو ارزون ترین ها هست. به همین دلیل پنل پشتی کلا پلاستیک براق، جاذب اثر انگشت شما، پذیرای خط و خش های جیب مبارک شما. با 195 گرمش گوشی سنگینیه، با 8.8 قطرش گوشی قطوریه، ولی طراحی دوربین هاش یادآور S22 هاست و زیباست. از لحاظ طراحی گوشی زیباییه، از لحاظ تو دست قرار گرفتن گوشی خوش دستیه، ولی از لحاظ حس گرفتنش در دست گوشی بیکیفیتیه. مورد دیگه در مورد طراحی نمیمونه جز اینی که جکت فون داره، محافظ نمایشگرش هم گوریلا گلاس 5. بریم سراغ نمایشگر. نمایشگر 6.6 اینچیه، برخلاف رقباش نمایشگرش فول اچ دیه، ولی عین رقباش جنسش IPS، اما عین رقباش 60 هرتزیه، اما عین رقباش نمایشگرش دقت رنگی پایینی داره. ولی از اون طرف گوریلا گلاس 5 محافظتش میکنه، ولی از اون طرف پیشینه روشنایی 500 نیتی داره و اینا جزو موارد مثبت این گوشی که باید بهش اشاره بکنیم. اما یکی از ضعفایی که نمایشگر داره، وقتی توش صفحات رو بالا پایین میکنید مثل نمایشگر پوکو ایکس 3 تکسا جا میمونن، یعنی یکم سری بالا پایین میکنید یه سری خطوط جا میمونه، سری بالا پایین نمیشه. جا داشت نمایشگر بهتری توش به کار میبردن. توضیح دیگری در مورد نمایشگر نمیمونه. بریم سراغ اسپیکر. اسپیکرش تک اسپیکره، در پایین قرار داره، حجم صداش خوبه، اما از اون طرف باس نداره. از اون طرف جکت فون پشتیبانی میکنه، ولی از اون طرف داخل جعبه‌اش جکت فون قرار نداره. میریم سراغ نرم افزار و رابط کاربری. رابط کاربریش وان یو آی کور 4.1 سوار بر اندروید 12. اون کور خیلی واژه مهمیه که باید بهش دقت کنید. رابطه کاربری سامسونگ یه وان یو آی، یه وان یو آی کور. وان یو آی اونیه که رو گوشی‌های میان رده معمولی تا گرون قیمت و پرچم دار دیده میشه، یعنی تمامی امکانات نرم افزاری رابط کاربریش یکسانه. نسخه کور واسه گوشی اقتصادی ارزون قیمته که یه سری امکاناتو نداره، مثلا اچ پنل نداره که مهم نیست، بیکسپی نداره مهم نیست، ولی مثلا سامسونگ گودلاک رو پشتیبانی نمیکنه که مهمه. سامسونگ گودلاک همون قابلیتیه که شما میتونید تم گوشیتون رو کاملا شخصی سازی کنید و تجربه جذابتری از کار با گوشی بهتون میده. بجز این ایراد دیگه نمیشه از رابطه کاربری گرفت. میریم سراغ حسگر اثر انگشت. حسگر اثر انگشت خازنیش تو کلید پاور قرار گرفته، عملکرد سریع و دقیقی هم داره، هیچ ایرادی هم نمیشه ازش گرفت. البته وقتی بازش میکنید گوشی خودش کند باز میشه. علتش حسگره بنده خدا نیست، علتش چیپست ضعیفیه که داره. بحث چیپست شد، اگزینوس 850 8 نانومتری به کار رفته داخل این گوشی، یه آشغال به تمام معناست. خیلی ضعیفه، بازی میتونید باش بکنین ها، ولی ضعیفه. تو کار روزمره با گوشی تو صفحه اصلیش هم لگ میزنه، یعنی یکم عکس بریزی توش، یکم فیلم بریزی توش، موزیک توش بریزی لگ میبینی، کند هست. در جریان باشید. البته بچهای ما باهاش پابجی بازی کردن، یه دست بازی کردن، کلی هم کیل گرفتن، اولم شدن، ولی گفت که مثلا اول ویدیو کلا چهره کاراکتر من معلوم نبود، یواش یواش اومد تو درگیری‌های سنگین لگم میزنه، حالا تا عادی لگم میزنه، ولی اینطوری نیست باش نتونی بازی بکنی. به صورت کلی نسبت به رقبا چیپستش خیلی ضعیفه، میتونی چیپست‌های بهتر تو این بازه تهیه بکنه. سه حافظه 32 64 128 داره و این فوق‌العاده است. از لحاظ میزان حافظه رم هم 3 و 4 گیگابایتی داره. کارت حافظه جانبی هم پشتیبانی میکنه. بریم سراغ باتری. یکی از نقاط مثبت این گوشی ظرفیت باتری 5000 میلی آمپر ساعت. شارژر داخل جعبه داره ولی 15 واتیه. سرعت شارژ 15 وات یعنی اینکه کنده. توی 25% تا 30% ظرفیت باتری 30 دقیقه طول میکشه شما شارژ بکنید و این کنده، خوب نیست. اما از اون طرف طول عمر باتری مفیده. مثلا میگم شما یه راند، یه مپ، یه بتل شما بخواید کال آف دیوتی بازی بکنید، 9-10% ظرفیت باتریتون مصرف میشه. باتری رو گفتیم، بریم سراغ دوربین ها. دوربین اصلی یکی دیگه از نقاط مثبت این گوشیه. یه دوربین 5 مگاپیکسلی اصلی داره، یه دوربین 5 مگاپیکسلی خیلی عریض داره، دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو، حسگر عمق میدانی 2 مگاپیکسلی. دوربین اصلیش عملکرد خوبی در نور روز داره، راضیتون میکنه نسبت به قیمتی که گوشی داره و نسبت به رقباش هم عملکردش خوبه. کنتراست خوب، دقت رنگی خوب، داینامیک رنج کمی محدوده، خب طبیعیه، آدم انتظار خیلی زیادی نداره. ولی از اون طرف دوربین خیلی عریض، خب طبیعیه که ضعیف‌تر باشه. همیشه تو گوشی‌های میان رده دوربین خیلی عریض ضعیف‌ترن.
حتی تو گوشه پرچم‌دار هم این قضیه وجود داره که کلا دوربین خیلی عریض اون شارپنس و وضوح تصویر دوربین اصلی رو نداره. عکس‌های پورتری که باهاش ثبت می‌کنیم با دوربین اصلی ثبت میشه و جالب اینجاست عکس‌های حالت عادی رزولوشن 12.5 مگاپیکسلی دارن ولی عکس‌های پورتری رزولوشنشون 8 مگاپیکسل ضعیف‌تر میشه. ولی به هر حال عملکردش خوبه، جداسازی سوژه بازیگر عمق میدانی به خوبی انجام میشه، راضیتون می‌کنه. عکس‌های دوربین سلفی درسته که فوکوس ثابت داره ولی راضی کننده است، خیلی بد نیست. مثلا خیلی چهرهتون رنگ پریده ثبت نمیشه یا خیلی نویزی نیست یا خیلی بیکیفیت نیست. همیشه در سطح میانه است ولی باید سطح انتظاراتتون رو بیارین پایین. وقتی که به شب میرسیم درسته که دوربین اصلی حالت شب و پشتیبانی نمیکنه ولی خود دوربین تصاویر خوبی رو ثبت میکنه. این قضیه میاد تو دوربین خیلی عریض همه چی خراب میشه، یعنی واقعا ضعیف میشه کار. اما قدرتش در فیلم برداریم محدود به رزولوشن 1080 که امری طبیعیه تو این بازه قیمتی، عملکردش بد نیست، نمیشه خیلی بهش ایراد گرفت ولی لرزشگیر هیچی نداره، یعنی کافیه باش یه قدم بخواید راه برید. تنها جایی که میشه پیشنهادش داد اینه که گوشی رو بذارید روی سپایه و فیلم برداری بکنه، به جز این واقعا لرزشش آزاردهنده است. خیلی خب، بریم سراغ جنبندی. گلکسی A13 که در تصویر دارید مشاهده میکنین، به نظر من اگر دنبال رابط کاربری سامسونگ هستین، اگر دنبال طول عمر بالای باتری هستید، اگر دوربین اصلی خوب میخواین و پیشنهاد خرید میدید، به جز این نه، خیلی پیشنهاد خریدش رو نمیدم چون که گوشی کندیه، دیر شارژ میشه، برای بازی مناسب نیست و اینی که حتی تو منوی اصلی هم کمی لگ میزنه. نمایشگر فولشتی درست داره ولی از اون طرف نمایشگر خیلی چیز با کیفیتی نیست. دمتون گرم، مرسی که تا پایین ویدیو همراهیم کردید. ارادتمند شما هر شبانه روز، هر روز هفته، اهورا نیازی.